سلام دوباره دوستان عزیز و بینندگان شبکه محبت من ساسان توسلی هستم و باعث افتخارمه که یک بار دیگه مهمان منازل شما باشم در جلسه ششم برنامه هایی که دارم ارائه میدم تحت عنوان مسیحیت و روانشناسی داریم درباره رابطه بین مسیحیت و روانشناسی و دیدگاه های متفاوتی که در جامعه مسیحی هست نسبت به این موضوع با همدیگه صحبت می دارم یک بررسی کلی رو ارائه میدم خدمت شما عزیزان همونطوری که بارها گفتم امیدوارم این برنامه ها تشویقی باشه بخصوص برای نسل جوان ایرانی مسیحی نسل جوان خادمین در کلیساهای ایرانی که ما با مبحث روانشناسی یک برخورد پخته تر عمیقتر و وسیعتری رو داشته باشیم همونطوری که میدونید مسیحی ها متفق قلقل نیستن یک نظر نیستن با یک دیدگاه نگاه نمی کنن نسبت به رابطه ایمان مسیحی و روانشناسی و داریم این دیدگاه های مختلف رو توصیف می کنیم ولی من هدف من از این درس ها اینه که این صحبت ها آغاز یه گفتمانی باشه در کلیساهای ایرانی که خیلی سرسری رد نشیم از این موضوع خیلی مهم خیلی خیلی حیاتی برای دنیای امروز و برای روبرویی با مشکلات جوامع بشری یه نقل قولی من میخوام این نقل قول از این کتابی که دارم استفاده میکنم از اوایل کتاب بود این نقل قول رو نگفتم تو این جلسه جاش هست که من این نقل قول رو مطرح بکنم کتابی که دارم ازش این درس رو ارائه میدم کتاب اصلی تیترش هست Integrative Approaches To Psychology and Christianity برخوردهای تلفیقی در رابطه با روانشناسی و مسیحیت و همونطوری که اگر این برنامه رو حالا دنبال کرده باشید نویسنده این رابطه مسیحیت و روانشناسی رو مثل رابطه دو کشور دو سرزمین با همدیگه مقایسه میکنه هیته فعالیت های روانشناسی هیته ایمان و باورها و جهانبینی مسیحی این دو کشور این دو ملت این دو قوم چه رابطه رو با هم میتونن برقرار کنن اینو حالا من تکرار خواهم کرد صحبت که تاله کردیم ولی یه نکته که خیلی به دلم بود که تو این جلسه من مطرح بکنم از اوایل این کتاب موضوعی که خودمم نمیدونستم و این اون بود که در شورای واتیکان دو در کلیسای کاتولیک که در دهه 1960 این شورا نشست داشت و اسناد و مدارک خیلی مهمی رو به دنیا ارائه داد از طرف دیدگاه کلیسای کاتولیک یکی از اون متونی که در شورای کاتولیک تصویب شد رپ پیدا میکنه به دیدگاه کلیسا از دیدگاه کلیسای کاتولیک نسبت به علوم انسانی در دنیای امروز گفتیم توی جلسه اول که بعضی وقتا مسیحی ها وقتی علم روانشناسی داشت وارد صحنه می بعضی وقتا مسیحی ها جبهه می گرفتن علیه روانشناسی چون بعضی از روانشناس های برجسته مثل فروید و دیگران خیلی به نظر می اومد که ضد خدا و ضد دین باشن ولی یواش یواش نظر و جهت گیری کلیساها خیلی عوض شد نه همه کلیساها ولی خیلی از کلیساها و کلیسای کاتولیک در در واتیکان دو یک همچین اعلامیه رو ارائه داد که برای جلسه امروز برای آغاز صحبت برای جلسه امروز به نظر من نکته خوبیه که بهش اشاره کنیم در این متن در از طرف شورای واتیکان دو میگه که در خدمت شبانی باید استفاده درست بشه نه تنها از اصول الهیاتی بلکه از کشفیات علوم دنیاوی علوم منظور از علوم دنیاوی secular sciences علومی که ربطی به الهیات و ایمان نداره شاخه های علمی دنیای معاصر انگلیسی میگه این pastoral care sufficient use must be made not only of theological principles در خدمت شبانی مشاوره شبانی برخورد شبانی در کلیسا از طرف دیدگاه کلیسایی و مسیحی نه تنها ما باید وابسته باشیم و استفاده کنیم از اصول الهیات but also of the findings of the secular sciences بلکه همچنین از کشفیات شاخه های علوم دنیای جدید especially of psychology and sociology به خصوص از روانشناسی و جامعه شناسی برام خیلی جالب بود که شورای دو در کلیسای واتیکان رسما اعلام میکنه که برای خدمت شبانی خیلی مهمه برای مراقبت از اعضای کلیسا خیلی مهمه که نه تنها ما اصول الهیات و ایمان مسیحی رو در نظر بگیریم بلکه استفاده درست بکنیم از معلومات از کشفیات از بینش های علمی به خصوص از شاخه های علمی روانشناسی و جامعه شناسی so that the faithful may be brought to a more adequate and mature life of faith که از این طریق ایمانداران در کلیسا بتونن به یک ایمان به بلو طرف بلوغ حرکت کنند به طرف سلامتی درست حرکت کنند در زندگی ایمانیشون چقدر برام این نکته جالب که ما مسیحی ها نمیتونیم بگیم که نه من کاری با روانشناسی ندارم من کاری با علوم انسانی و جامعه شناسی ندارم اینا ربطی به کتاب مقدس نداره نه ما به عنوان مسیحی باید بدونیم که اگر حقیقت حقیقتی حقیقت و منبع همه حقایق خداست چطوری بعضی از اون حقایق رو خدا در کلامش مکشوف کرده و از طریق الهیات از طریق تفسیر کلام از طریق مطالعه کتاب مقدس میخوایم برسیم به حقیقتی که خدا در کلامش به ما گفته و از طریق ابزارهای علمی میخوایم کشف کنیم حقایقی رو که در خلقت خدا هست چه در طبیعت چه در انسان به عنوان مخلوق خدا چه در جوامع بشری یا تاریخ پس اینا ابزارهای مختلف برای شناخت حقیقت و مفید برای زندگی و رشد و بلوغ و سلامتی ایمانداران پس کلیسای کاتولیک اقلا از نظر اصل الهیاتی و فلسفی داره مهر تاییدش رو میذاره در شورای واتیکان دو که ما نیاز داریم در کلیسا خادمین نیاز دارند به اطلاعات، معلومات و استفاده از روانشناسی و جامعه شناسی به طور خاص. حالا میگی ساسان این خب چه ربطی پیدا میکنه به این صحبت داستان رابطه مسیحیت و روانشناسی توی این مدل هایی که داریم معرفی میکنیم امروز میخوام وارد این الگوی آخر بشم توی این کتابی که نویسنده داره مطرح میکنه که الگوی روانشناسی و مسیحیت رو میتونیم اینطوری تشبیه کنیم نه به عنوان دو تا دشمن دو تا کشوری که با هم دشمنن نه به عنوانی که یک کشور فقط بعد جاسوس بفرسته اطلاعاتی بگیره و استفاده ابزاری از یک کشور دیگه بکنه نه به عنوان یک کشوری که باید یک کشور دیگر رو است در استعمار خودش قرار بگیره فقط منابعی رو که به دردش میخوره استفاده بکنه نه به عنوانی که یک کشور باید یک کشوری رو فتح کنه و اون رو دوباره بازسازی بکنه نه به عنوان دوتا کشور که از هم مستقلن و با هم هیچ کاری ندارن بلکه هیته مسیحیت و هیته روانشناسی رو میتونیم اینطوری تشبیه کنیم که دو تا کشورند که با هم متحدن همپیمانن زیر سلطنت یک پادشاه خیلی نکته جالبیه انگلیسیش میگه رابطه مسیحیت و روانشناسی رو اینطوری میتونیم ببینیم allies as subjects of one sovereign کلمه allies یعنی متحدین چطوری دو تا, دو تا, کشوری که با هم متحدن هم پیمانن هم عهدن با هم رابطه دوستی و همکاری دارن یا کلمه اینتگریشن که گفتم بزرگترین جریان فکری در مسیحیت و مسیحیت آمریکا در رابطه با ایمان مسیحی و روانشناسی جریانیه که بهش میگیم اینتگریشن که از برادرم اشکان عزیز پرسیدم دکتر اشکان که چه کلمه فارسی خوبه براش استفاده کنیم ایشون از کلمه تلفیق استفاده کرد اینتگریشن بالاخره ما باید باور داشته باشیم اگر حقیقت حقیقت از طرف خداست و حقیقت با هم در تضاد و تناقض نیست پس ما نمی از یک رشته علمی که حقایقی رو کشف میکنیم پس رابطه ایمان مسیحی با روانشناسی رابطه دو تا مثل دو تا کشورن که با هم دوستن متحدن هم پیمانن. چرا چون هر دوی این کشورها زیر سلطنت خداوند ما عیسی مسیح هستند مسیح خداوند تمام ابعاد هستیه تمام رشته ها و شاخه های علمیه مسیح بی تفاوت نیست نسبت به فعالیت ها تمدن فرهنگ و دانش بشری دنیا رو او خلق کرده او حاکمه بر تمام ابعاد دنیا پس رابطه مسیحیت و روانشناسی مثل دو تا همپیمان متحد دو تا کشور زیر سلطنت یک خداوند و این رابطه اتحاد همپیمانی میتونیم از کلمه تلفیق استفاده کنیم که بالاخره یک طوری ما باید ایمانمون رو در یک نوع ارتباط بیاریم با مبحث روانشناسی حالا میخوایم اینو تازه باز بکنیم و اینو همه صحبت هایی که روانشناسی رو نه به عنوان دشمن نه به عنوان ما اصلا با هم کاری نداریم نه به عنوانی که فقط ازش استفاده ابزاری میکنیم گاه گاهی نه بلکه قسمتی از معلومات و حقیقتی که بشر داره کشف میکنه قابل استفاده است برای بنای ما برای رشد شخصیتی ما سلامتی ما باید البته نقدم بشه در جاهایی که بیراهه داره میره حالا صحبتش خواهیم کرد ولی به طور کل باید یک ارتباط سازنده و مناسب پیدا کنیم که یک نوع تلفیق، یک نوع اتحاد، یک نوع همپیمانی، یک نوع همکاری بین ایمان و الهیات مسیحی و روانشناسی بتونیم بهش برسیم این پس این نکته است Allies as subjects of one sovereign دو تا کشور متحد همپیمان زیر اقتدار یک خداوند و اینجا نویسنده میگه که این مدل اتحاد و همپیمانی که من دارم نویسنده میگه دارم ازش مدفع میکنم و اینجا معرفی میکنم بر اساس این باوره که همه حقایق رو خدا برای ما مکشوف کرده همه حقایق از خداست بعضیاش رو در کلام خدا در کتاب مقدس مکشوف شده و بعضیاش در کارهای خدا God's word, God's works کلام خدا کارهای خدا کارهای خدا منظور خلقت هست آفرینش هست میگه بر طبق این الگو این الگو رد میکنه باوری که مسیحیت و روانشناسی دوتا دشمن هم. و انقدر با هم در تضاد و تناقضن که اصلا هیچ کاری نباید با هم باید همدیگر رو محو کنن باید همدیگر رو رد کنن ما این باور رو رد میکنیم چون ایمان داریم که بله حقیقت همش از طرف خداست بله اعتراف میکنیم که تنش هست درک نادرست هست دشمنی در تاریخ روانشناسی با مسیحیت بوده ولی به این معنی نیستش رو روانشناسی رو همش رو باید بذاریم کنار و به درد یک ایماندار مسیحی نمیخوره همچنین این الگو قبول میکنه دیدگاهی که دیدگاه جاسوسی حالا دیگه توضیح نمیدم این دیدگاه ها رو امیدوارم تو برنامه گذشته تماشا کرده باشید دیدگاه جاسوسی که میگه که میگه ما مثل دیدگاه جاسوسی یعنی داریم میگه ما یه سری بینش های گروه های مختلف دیدگاه های مختلف رو میپذیریم ولی یه جاهایش رد میکنیم بله اون دیدگاهی که میگه مسیحیت و روانشناسی با هم دشمنن ما میگیم بله تنش بوده و هست دشمنی بوده و هست ولی به معنی نیستش که در ذات و اسانس روانشناسی یک زدیتی با مسیحیت هست نه خیلی بینش ها هست. مفیده و میتونیم یاد بگیریم و استفاده کنیم و اون باورها، پیشفرزها، فلسفه هایی که بر ضد ایمان ماست رو هم میتونیم نقد بکنیم و قبول نکنیم یه مثال میخوام اینجا بیارم یه مثالی خودش نویسنده توی یه فصلی میاره مثال خیلی زیبا و ملموسی هم هست میگه روانشناس های مشهوری مثل ابراهام ماسلو و کار راجرز اینا باور داشتن که انسان گناهکار نیست اصلا مخالف این ایده مسیحیت بودن که انسان سقوط کرده است و این دوتا روانشناس انسان رو یک موجود خیلی خوب خیلی م... انسان موجود خیلی خوبیه موجود پاکیه اصلا این حرفا چیه انسان گناه کرده انسان سقوط کرده اینا خرافات های الهیات مسیحیه انسان خیلی هم خوبه خیلی هم عالیه و انسان میتونه خودش رو به کمال برسونه و self-actualization و تمام پتانسیال های خودش رو به نحو احسن شکوفا کنه و, و این باوری بود که نسبت به انسانی دو تا روانشناس مشهور داشت خب مسلما این باور که و خودشونم خود مثلا مسلو یا کار راجرز میگه ما این باور رو بر طبق مشاهدات خودمون بشرسیدیم هیچ نمیتونن از نظر منطق و نمیدونم فلسفه و هیچ نوع علمی بخوان این باور رو ثابت کنن این یه باور شخصی بر اساس تجربه های شخصی خودشون کاملا یک تجربه و باور شخصی خودشون و به خاطر زدیتشون با ایمان و الهیات مسیح حالا ما به عنوان مسیحی خب مسلما نمیتونیم قبول کنیم یک همچین پیشفرزی رو که انسان هیچ مشکلی نداره گناهی نداره سقوطی نیست شکستگی نیست و انسان خودش رو با قدرت خودش میتونه به تمام پتانسیال برسه و به, تو... به, کمال برسه بدون نیاز به خدایی توبه فیضی رحمتی روح القدسی خب مسلما ما این باور رو قبول نمی کنیم، ولی آیا این روانشناسی مثل مسلو که درباره نیازهای متفاوت انسان خیلی بینش ها داره آیا ما باید بگیم تمام بینشهاش توی تمام سالها تحقیقش درباره نیازهای انسان اینا بی خوده اینا, هیچ، اینا همه حرفای چرت و پرته به درد نمیخوره نه ما میتونیم اون قسمت از بینشهای یک روانشناس رو که میبینیم خیلی هم مشاهدات علمی پشتش هست خیلی هم میتونه تطبیق داشته باشه که به ما یک درک عمیقتری نسبت به شرایط انسان نیاز انسان رسیدگی به احتیاجات و ابعاد انسان مراحل رشد یک انسان خیلی از چیزها رو ما میتونیم از یه همچین روانشناسایی بپذیریم استفاده کنیم اونها رو تطبیق بدیم با برخورد یک مسیحی وقتی که نیاز یک انسان رو میبینیم ولی در عین حال یک سری از پیش های بنیادی این روانشناس ها رو هم میگیم این بر, بر, اساس حقیقت کلام خدا نیست بلکه بر ضدش هست پس اینجا خیلی ببینید حالا نمیگم همه مزاره میشه راحت تفکیک کرد ولی یک برخورد پخته مسیحی نمیاد هرچه که یه روانشناس گفته چون این روانشناس مخالف جهانبینی مسیحیه پس هیچ حرفی نداره برای ما بزنه نه ما میتونیم اون بینش هایی رو که از خلقت خدا یک انسان حتی انسان غیر مسیحی در کرده رو بپذیریم چون حقیقت بالاخره آخر انکاس دهنده خلقت خداست پس این رو فقط دارم به عنوان مثال میزنم پس این صحبتی که نیازی نداره که به روانشناسی مسیحیا ها به عنوان دشمن نگاه کنن یا اینکه فقط با دید جاسوسی دید جاسوسی میگه که دین سمره های خوبی تو روانشناسی داره حالا ما کاری با حقیقت دینی نداریم ولی سمرهش آرامش تسلی امید شادابی میگه ما این مدل رو هم قبول نمی کنیم بله میگه ما باور داریم که ایمان سمره های مثبتی در روح و روان و شخصیت افراد میتونه بذاره ولی به معنی نیستش که برای ما بی اهمیته ادعاهای متافیزیک یا حقانیت اون دین یا ایمان پس ما اون دیدگاه جاسوسی رو هم نمیپذیریم دیدگاه بعدی که دیدگاه استعماره هست میگه ما دوباره با این دیدگاه مخالفیم که باید با یک دیدگاه استعمار مسیحیت نگاه بکنه به روانشناسی منظور اینجا اینه که الهیات باید حاکم باشه روی روانشناسی این صحبت استعمار این اون دیدگاهی که میگه حقایق در آخر همش در کلام خدا است ولی حالا روانشناسی هم میشه ازش چند تا مثال و چندتا چند تا آمار و ارقام گفت چند تا نظرسنجی ها رو اشاره کرد یه کشفیاتی که به درد کارمون میخوره به نفع ماست بر طبق باورهای ماست اونا رو استفاده میکنیم ولی در آخر همشون و آخر هم میتونیم از خود کلامم بهش برسیم اصلا یک نهضتی که خیلی هم در آمریکا بین کلیساهای محافظه کار خیلی رایجه من اینو زیاد واردش نشدم اصلا این موضوع رو مطرح نکردم آنچنان به این نهضت میگیم بیبلیکال کانسلینگ مشاوره کتاب مقدسی و خیلی ها نمیگم همه ولی خیلی ها تو این نهضت اساسا باورشون اینه که تمام حقایقی که بالاخره برای انسان برای کمک به انسان ما میتونیم ازش استفاده کنیم توی مشاوره مثلا همش در کتاب مقدس هست حالا بعضی وقتا هم از کشفیات روانشناسی استفاده می کنیم واسه تایید یک نکته به این میگیم دیدگاه استعمارگر و نویسنده میگه من این دیدگاه رو هم نمیپذیرم که بگیم الهیات باید حاکم باشه بلکه روانشناسی باید یک متد و دیسیپلین و جایگاه علمی خودش رو حفظ کنه و ما نباید فکر کنیم الهیات باید حاکم باشه چرا نباید الهیات رو در نظر بگیریم که حاکم باشه چون خیلی وقتا الهیات ما هم میتونه توش نکته های اشتباه و باورهای اشتباه باشه الهیات ما عزیزان کلام خدا نیست ما خیلی وقتا تفسیرمون رو از کلام خدا فکر میکنیم خود کلام خداست توی این دیدگاه استعمارگر اون ش... یه شخص مسیحی اجازه نمیده که باورهای خودش به چالش کشیده بشه پیشفرسهای خودش نقد بشه پس این خیلی مهمه که میگه ما دیدگاه استعمار رو هم قبول نمی کنیم که الهیات باید حاکم باشه روی روانشناسی و دیدگاه این که انقدر یا دیدگاه ریبیلدرز باسازی و میگه باسازی رو هم بله ما قبول داریم که خیلی پیشفرسهای شاید ضد ایمانی در روانشناسی باشه یا خیلی از نتیجه گیری ها شاید برخلاف ایمان مسیحی باشه ولی انقدر این شاخه علمی انقدر خراب نیست که ما بگیم ما باید از اول بازسازی کنیم و یک روانشناسی مسیحی به وجود بیاریم ما نیازی به یک روانشناسی مسیحی نداریم شاخه علمی روانشناسی خیلی خودش داره جلو میره خودش به خیلی کشفیات رسیده و انقدر به بیراهه نرفته انقدر خراب نشده که بگیم باید از اول ما بسازیم یک روانشناسی مسیحی رو ولی بله باور داریم مثل اون دیدگاه ها که باید دائم مواظب پیشفرس ها مواظب ادعاهایی باشیم که برخلاف ایمان مسیحیه و ببینیم چه جایی توی اون ادعاها پیشفرس ها متوت ها شاید شخص به بیراه رفته همچنین این دیدگاهی که میگه ما با هم دوتا کشور متحد هستیم هم پیمان هستیم allies هستیم میگه مخالف دیدگاه هستیم که این دوتا کشور مستقل هن neutral دو تا کشور مستقل که با هم نه جنگ و دعوایی دارن نه خیلی هم همکاری دارن ما با اون دیدگاه هم مخالفیم بله مثل پیروان اون دیدگاه باور داریم به اینکه خدا هم حقیقتش رو در کلام گفته هم حقیقتش رو در طبیعت گفته ولی این دوتا رو باید بالاخره چون حقیقت خداست و یک هستی هست و یک خداست باید بالاخره یک ارتباطی بین این حقایق باشه نمیتونیم بگیم که این حقیقت کار خودش رو میکنه حرف خودش رو میزنه این هیته این هیته هم حرف خودش رو میزنه زیاد هم نمیخواد ارتباط بینش پیدا کنیم مگه میشه انسان همیشه در اصلا انسان که نمیتونه خودش رو دوتیکه بکنه که من یه شنبه ها تو کلیسا این حرفا رو میزنم دو شنبه ها توی مطب تراپیم این حرفا رو میزنم توی لبراتور دانشگاه این کارا رو میکنم اصلا این, خود تو این تو خود انسان یه دوگانگی به وجود میاره این تفکیک کردن این دو هیته از هم دیگه پس انسان نیاز داره که اگر یک خداست اگر خدا واحده هستی واحده حقیقت با حقیقت در تناقض نیست پس ما باید بتونیم به همدیگه برسونیم یک نوع پلهای ارتباطی رو بین ایمان مسیحی و الهیات مسیحی اینجا میخوام صحبتهایی هم که بعد حالا بعد وارد جزئیات میشه که چطوری چه, چه جاهایی رو باید ارتباط داد که الان وقت اون صحبت ها نیست ولی چون جلسه پیش وقتی که داشتم نقل قول می کردم از کتاب Psychology and Christianity Five Views مسیحیت و روانشناسی پنج دیدگاه دیدگاه اولی که تو این کتاب معرفی میشه دیدگاه همین استقلال روانشناسی از مسیحیت هست و نویسندش یک مسیحی خیلی متعهده که ادعاش دیوید مایر صحبتش این بود که خیلی جاها کشفیات روانشناسی بر همخونی داره در راستای ایمان مسیحی تایید میکنه باورها و ارزشهای ایمان مسیحی رو و بعضی وقتا کشفیات علم روانشناسی دیوید مایرز میگه ما رو به چالش میکشه به عنوان مسیحی و ما باید یک بازنگری بکنیم در بعضی از باورهامون الهیاتمون تفسیر کلام منم مخالف این حرف نیستم ولی مثالی که دیوید مایرز آورد او که جلسه پیش من خیلی سریع در آخر جلسه مطرح کردم این بودش که از نظر خود اون نویسنده و روانشناس گفت تحقیقات روانشناسی منو به این نتیجه رسونده که همجنسگرایی یک تمایل و انتخاب،, فردی نیست بلکه ریشه ژنتیکی داره پس من به این باور رسیدم که من باید دیدگاه سنتی مسیحی رو نسبت به محکوم کردن یا گناه رابطه همجنسگرایی اون رو عوض کنم و این رو من الان یک امر طبیعی میدونم برای بعضی از انسانها به خاطر ریشه ژنتیکی این موضوع این نویسنده مسیحی به این نتیجه میرسه تو تحقیقات خودش به اسم اینکه علم روانشناسی این رو نشون داده و ثابت کرده ولی دیدگاه دوم تو این کتاب که همین دیدگاه اینتگریشن هست جوابی رو اینطور اینطوری جواب میده اعتراض میکنه به چالش میکشه نتیجه گیری رو و اینو چون توی جامعه ایرانی را من خیلی شنیدم علم روانشناسی من و کسایی که اهل صحبت اینتگریشن هستن اینطوری جواب میدیم علم روانشناسی ثابت نمیکنه که هم اوکی هست یا اوکی نیست این خیلی نکته مهمی عزیزان آیا یک کار خوبه یا خوب نیست این یک بحث اخلاقیه یک بحث فلسفیه ربطی به مشاهده علمی نداره این یک ارزش اخلاقیه این یک ارزش فلسفیه بله حتی اگر باور کنیم که همجنسگرایی ریشه ژنتیکی داره ایمان مسیحی نمیگه که اگر یک رفتاری تو میکنی یک عملی میکنی که ریشه ژنتیکیه پس اون عمل اوکی گناه نیست الهیات مسیحی میگه انسان سقوط کرده است انسان با یک ذات شکسته اصلا وارد دنیا میشه ولی در عین حال من و تو مسئول تصمیمات گناه آلود افکار و رفتار گناه آلود هستیم. پس ژنتیک بودن این موضوع که تازه اینم جای بحث داره ها ولی حتی اگر بگیم خیلی خوب ریشه این مسئله ژنتیکی هست پس این گناه نیست ژنتیک رفتی به گناه بودن یا نبودن یک حرکت یک رفتار یک احساس نداره پس اینجا بحث علمی رو نباید قاطی کنیم با بحث‌های فلسفی و اخلاقی مثل این میمونه که مثلا بگیم ریچارد داکینز یه بیولوژیست مشهور در در آکسفورد میگه خدا نیست پس بیولوژی ثابت کرده که خدا نیست علم بیولوژی رب پیدا نمیکنه که خدا وجود داره یا خدا وجود نداره خیلی وقتا یه دانشمندی یه محققی به اسم اون علم و دانش میاد ادعاهایی میکنه که ادعای متافیزیکی ادعای فلسفی ادعای اخلاقی ربطی به اون شاخه علمی کارش نداره پس اینی که بعضی وقتا چون مسیحی ها یه زدیتی بر علیه روانشناسی پیدا میکنن چون روانشناس ها میگن همجنسگرایی اوکیه ولی اون زیر هیته روانشناسی نیست وقتی روانشناس میگه همجنسگرایی اوکی هست یا نیست اون یک بحث اخلاقی و فلسفیه حتی اگر روانشناسی مطالعه مغز و اعصاب نشون بده که ریشه های ژنتیکی داره این توجیه نمیکنه یک رفتار رو یک برخورد رو یک باور رو از دیدگاه ایمان و الهیات مسیح این رو فقط خواستم یه پرانتزی باز کرده باشم که بحث هفته پیش رو ادامه داده باشم وقتمون توی این جلسه تموم شد امیدوارم که این بحثا رو دارید دنبال میکنید براتون بحثای مفید و جالبی هست با آرزویی که ما عمیقتر و بهتر و مفیدتر بتونیم ادامه بدیم تفکر روی رابطه مسیحیت و روانشناسی رو در جامعه مسیح فارسی زبان مرسی که با من بودید تا هفته آینده خدا نگهدار